در ادامه سبک 1960 میخوام باهاتون راجع به یک مدل تصویرسازی صحبت کنم که ترکیبیه. ببینید، تصور کنید که شما یک شکل مثلا من میگم از شکلهای معروف جهان که آدم از بچگی باهاش آشنا میشه رو میکشم. اینکه چقدر کپل باشه بستگی داره به اینکه تو چه مرحله ای هستی. درو ببند، سرنقشی. الان اینه کله زیزیگولو شد. زیزیگولو اینجوری بود یه زمانی، ولی خب چرا گویم شبیه قلب شه؟ تو این کارایی. من اینجا کی بود؟ نه فعلا نه. الان خوبه که ببینید، اگر یک وای بزرگ بنویسید و بعد انتخابش کنید و بعد بنویسید ویب دینگز، یه فوندی از آن ویب دینگز دست درست شد. پس فوند ویب دینگز چکار میکنه؟ کرکتر میره منطقه وای بزرگ. منتها این پایینش رو ببین. آره، اینو باید از حالت تکس خارجش کنیم، اکسپندش کنیم و بعد با این فلش سفیده اینجاشو درست کنیم. فکر کنم مثلا بیاریمش اینجا. اینو فکر کنم برداریم به نتیجه، اینو برداریم به نتیجه برسیم. یعنی کلن خطکش رو فعال میکنم، از روی یه گاید میارم اینجا ببینم وسطش کجاست. قلب کج به منزل نمیرسه رفقا، یک جای اون وسط ها. خب حالا دیگه تقریبا. خب ببینید، من میام اینو به این شکل میبرم جلو که ازش یه خط دور استروک میگیرم، اما میام اینو به سه قسمت تقسیم میکنم. یه باکس میذارم اینجا، یکی دیگه اینجا. خوبه، اینا رو با هم انتخاب میکنم ستایشون و ویندو پس فایندر و اینو دیواید میکنم یا نه اینجوریش میکنم. نه منها کنیم بهتر. اوکی، منهاش میکنم. در نتیجه به سه قسمت تقسیم میشه دیگه. اون باکس ها منهای شکل قلب شد. خب حالا الان یه گروپ داریم. اگه آن گروپش کنم، کلیک راست آن گروپ کنم، این یه جز، این یه جز، قلبش تیکه تیکه شد. خب حالا بیم بنویسیم.
این بار با کلاس تر از قبل کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی انگلیسی می‌نویسیم. Alt Shift چپ به راست. مثلا می‌نویسیم که یک. Ctrl C Ctrl V می‌نویسم سری. Ctrl C Ctrl V. حالا خودت اینجا یک کلمه معنی دار بذاری. یک سری چی؟ صرفه. چه؟ صرفه. نه. اونایی که صرفه میکنن چی میگن؟ صرفه کننده. رعیت. یک سری رعیت. حالا من زمانی که دانشگاه درس میدادم به شوخی بچه‌ها سن حتی زمان قاجار رو در میآوردیم گفتم رعیت استراحت اعلام میشه. بعد معنیش این نبود که میتونن برن بیرون چایی بخورن، معنیش بود هدایا رو بیان بزنن رو میز، هر کی از کیفش یه چیزی در بیاره رو میز، میگن استراحت رعیت. خب حالا یه بارم توی کلاسی آخه من میدیم شوخی هاییه که مثلا به این دلیل معنی شوخی داره که دیگه دورانش گذشته، ما چیزی به نام ارباب رعیت ندیدیم. یادم توی یک کلاسی یک پسره دیر اومد، منم نمیشناخت، دو سه جلسه غیبت کرد، دیگه برای بچه جا افتاده بود که مثلا این فانه، این اصلا توهین نیست، فلان نیست. بعد نشست گفتم خب رعیت ها چی آوردین امروز واسه ما؟ آقا این گفت شما مطمئنید که ما رعیتیم؟ اصلا تو باغ نبود، آماده دعوا بود. گفتم بله من مطمئنم. شما شک داریم ما اربابیم؟ صرفه ایم کردیم. خب اینا رو انتخاب میکنیم میفرستیم جلوترین لایه. حالا این با این انتخاب میشه object involved sort make with top object. object و بعد با انگلیسی خوب میشه، شبیه همون گرافیتی 1960 که میگیم میشه. درست شد؟ قشنگ میبینید که شکل ما رو گرفته. حالا اولین چیزی که میخوام درست کنم رنگشه، مجبورم این edit content رو بزنم، رنگش رو مثلا بذاریم گلبهی، اینو بذاریم مثلا ارغوانی، اینم بذاریم مثلا اوکر. این تو رشته گرافیک با کلاسه همه میگن اوکرش کردیم، اوکرش در اوکر. حالا اگر برگردیم به حالت مش میتونیم اینجا رو فرمش کار کنیم، مثلا یه ذریعی قوس رو کمتر کنیم ای به بیشتر دیدش، یا اینجا این تی رو میبینیم این رو بیاریمش با کلیده جهت نما این ورتر که قشنگ در این راستا قرار بگیره. این خوبه، اینجا خوب نیست، این انتخاب کنیم بیمش این ورتر. از این ور دبیا میگه این ور اون ورش نکن. خب گود. حالا فرض کن که یکی از حروف رو میخوایی عوض کنیم، مثلا آی رو میخوای اینجا ای کنی، برای اینکه اینجا رو بتونی ادیت کنی شکل رو باید انتخاب کنی، اینو بزنی، بیای اینجا آی رو بکنی ای. ببین اینا جدا هم هستن، یعنی کاملا هم اینجا ایش میشه. اینجوری میتونی، اینطوری میتونی
مثلا یه میمون دونه شکلا بود، یه گیتار، برای قسمت های مختلفش شکل منیدار بسازی و داخلش بچین. از جمله کارهای دیگه که اینجا الان میتونید راجع به این انجام بدید، اضافه کردن و کم کردن پوینته میتونید انجام بدید. یعنی اگر شما به الان مثلا پوینت اضافه کنی اینجا، میتونی مدیریت بیشتر یا بهتری انجام بدی. حالا من میخوام یک کلک دیگه بزنم. اینا رو انتخاب میکنم، میرم در ابزارهایی که اینجا داریم که کاربردش رو کم و بیش دیده بودید یا ندیدید شما. یه بلوتی هست، تهدب، که اگه آلت رو بگیرم میتونم سرقلم رو بزرگ کنم، شیفتم میگیرم که دایره‌ای بزرگ شه. میام اینجا میزنم، نگاه کن اینا رو من کنترل جی بزنم قشنگ بشن یه شکل. البته این یکی تنظیم نیست، این یکی رو باید انتخاب کنیم، برش کردیم بالت مش، این بلوت رو بیاریم. Must be cumulated island before. خب اینا رو من قبل از اینکه این کار بکنم اکسپند کنم که دیگه از تکس خارج شن. حالا بلوت رو میارم اینجا یه دونه میزنم، ببین اومد جلو. برای اینکه اینقدر ابزار شدید کار نکنه دبل کلیک میکنم رو ابزار، اینتنسیتیش رو میزنم رو 10، جزئیاتش رو 2، بریم انجام بدیم. میتونی تهدب و تقعر درست کنی، میتونی هم با قسمت وارپ و مثلا سرقلم کوچیک آلت و شیفت نگه داری، مثلا فرمای اینجا بدی، مثلا اینو بیا اینجا خودت بیاریش پایین تر، اینجا مثلا یه ذره اینجوری تر. خیلی بخوای شکل رو دفرمم بکنی میشه با دست بری. پس شما داشتی میخوابید؟ خب سوالی نداری تو این قسمت؟ اینم پس یه پروژه 1960 مجلسی دیگه.